هیچ جمله قشنگتر و زیباتر است. بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عرض سلام و ادب دارم به تمام وطنداران عزیز و خوب ما کمی لحظه بیننده برنامه شام یک از پرده مستطیل تلویزیون یک هستین. ان شاء الله هر کجای این سرزمین که زندگی میکنین جور و صحتمند سر حال بوده، لباس عزت و عافیت بر تن داشته باشین. خداوند بزرگ و منان را شکرگزار هستیم که بارها بر ما فرصت میده تا از طریق امین برنامه در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم، به خصوص عزیزایی که بیننده برنامه ما میباشن و تا پایان برنامه ما و جمع از همکارای ما همراهی میکنن. سلام خاص و ویژه بر همکارای عزیز و دوستاشنی ما در اتاق فرمان و همچنان پشت کمره هایی که اعضای ما استاد هستند، به سپر جان عزیز ما، بر شبیر جان، به قیس جان، بر فرید جان و عزیزای دل که ما دست به دست هم دادیم تا این برنامه را زیباتر و مقبولتر تقدیم شما عزیزان و خوبان بکنیم. سلام خیلی خاص برای وطندارای عزیز ما که خارج از افغانستان در اروپا و آمریکا بیننده برنامه ما هستین. شام شما همچنان بخیر. نمیگم شام شما بخیر، شام کسایی که در افغانستان است بخیر، چون در اروپا و آمریکا واقعا وقت تغییر داره، شاید در اونجا یک تایم دیگه باشه، اما به هر صورتش وقت همه شما عزیزای دل ما بخیر باشه. امشب ما در برنامه همونطور که فردوس جان امشب قرار است برای ما یک غذای مزه‌دار آماده بکنه، ما در بخش گجت منیر جان را داریم که من نمیفهمم که امشب در رابطه با کدام تکنولوژی تازه بر ما معلومات میده، که در آغاز برنامه حتما من از منیر جان دعوت میکنم که کمک بر ما روشنایی بندازه و در کنار از امشب میخوایم در رابطه با یک موضوع بسیار خاص و مهم همراه شما عزیزای دل خود صحبت بکنم. ما میخوایم که در رابطه با تاثیر استفاده درست از صفحات اجتماعی در زندگی انسان ها میخوایم با شما صحبت بکنم. و حالا اگر از شما یک بار پرسان بکنم که مطمئن هستم همونطور که همه ما میدانیم که وقت کلانا میگن یا دانشمندا میگن که امروزه اینترنت جهان را به یک دهکده مبدل کرده، که به دروغ نیست، به واقعیت که حالا این اینترنت تکنولوژی و فناوری های جدیدی که آمده جهان را به یک دهکده مبدل کرده. اما چقدر میتونه که استفاده صفحات اجتماعی در زندگی ما ارزشمند باشه و اموقدر چقدر میتونه که در زندگی ما ارزشمند نباشه؟ صفحات اجتماعی مثل فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و بعضی صفحات دیگه که همو قدر میتونه در زندگی ما مفید باشه، اونم قدر میتونه در زندگی ما مخرب باشه، یعنی مضر باشه. پس ما امروزه شاهد از این هستیم که در هر خانه 1 2 3 4 موبایل هست و در هر خانه حالا 1 2 3 4 نفر از اینترنت استفاده میکنه، اما به هر نوع ما باید مدیریت بکنیم که از صفحات اجتماعی خود در زندگی چگونه استفاده میکنیم. من مطمئن هستم امروزه از نوجوان گرفته تا جوان، از جوان تا بزرگ، همه ما در زندگی ما از صفحات اجتماعی استفاده میکنیم، اما به گونه درستش اگر استفاده بکنیم چقدر میتونه در زندگی ما ارزشمند باشه، مفید باشه. اما اگر به گونه درستش ما استفاده نکنیم، در برعکس چقدر میتونه در زندگی ما موثر نباشه و اضرار خودم داشته باشه. اولین کاری که صفحات اجتماعی در زندگی ما میکنه، اگر یک انسان به طور مداوم و 24 ساعت در صفحات اجتماعی استفاده میکنه، به قول آمبوگیم چراغ سبز صفحات اجتماعی همیشه روشن هست، به هر نوع باشه میتونه خیلی مضر در زندگی ما باشه. اولین چیزی را که از ما میگیره ارزشمندی وقت است از زندگی ما. کسایی را شما میبینین که در فیسبوک و صفحات اجتماعی مثل تویتر و اینستاگرام اگر 24 ساعت آنلاین هستن، اونا مدیریت وقتشان را از دست دادن. در کنار از این که مدیریت وقت را از ما میگیره، اضرار دیگه هم در زندگی ما میتونه داشته باشه. ما امروز میبینیم که دنیای واقعی آهسته آهسته جایش میگذاره به دنیای مجازی ارتباطات ما، که ما اگر به گونه واقعی ارتباطات واقعی داشته باشیم در زندگی خود، این موثر است. اما اگر این ارتباطات ما بیا به ارتباطات مجازی مبدل شود، به هر نوع باشه، در زندگی ما مضر است. امروز ما در خانه میبینیم که امو عشق و محبت و صمیمیت میره به همه خانواده، نمیگم اما بعضی از خانواده هستن که امو عشق و محبت و صمیمیت و مهربانی واقعی را که باید با یکدیگر داشته باشند، این را فراموش کردند، چون امروزه صفحات اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، تویتر و بعضی صفحات دیگه جایگاه یا جای ارتباطات واقعی ما را گرفته. و امروز در بعضی خانواده ها وقتی ما در روی دسترخوان در کنار اعضای فامیل خود هستیم، همین که نان خورده میشه، همگی میره به اتاقهای خود و همگی مصروف کار کردن یا تا بالا شدن در صفحات اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام و بعض از صفحات دیگه هستن که این ارتباطات واقعی را به نوع از ما گرفته و این اصلا نمیتونه مفید باشه. پس ما متوجه باشیم که وقتی از صفحات اجتماعی در زندگی خود استفاده میکنیم، تا چه حد میتونیم این را مدیریت بکنیم. البته که خیلی موثر هم میتونه در زندگی ما باشه. ما امروز اگر از صفحات اجتماعی به گونه درست استفاده میکنیم، اطلاعات ما زیاد میشه، روابط ما زیاد میشه، هر چیزی را که ما در صفحه اجتماعی خود ما پست میکنیم
متشکل از آیدیا، فکر و طرز مفکوری خود ماست که ما امروز هر شخص به گونه واقعی خود یک رسانه شخصی را پیش خود مثل فیسبوک، اینستاگرام داره که هر دیدگاهی را که داشته باشه میتونه پست بکنه. اما اگر به گونه زیاد استفاده بکنیم باز این مخرب است. یکی از اساتید ما در دوره دانشگاه میگفت که اگر شما چراغ سبز مثل فیسبوک، اینستاگرامتان همیشه سبز باشه، شما باور داشته باشین که چراغ زندگیتان آهسته آهسته سرخ میکنه. و چراغ سرخ به این معنا که ما آهسته آهسته هر آن چیز مفیدی را که در زندگی خود داریم ایرا از دست میتیم. پس متوجه باشیم، بخصوص و بخصوص خانواده های عزیزی که حالا اطفالشان، نوجوانانشان با موبایل سر کار دارن، با صفحات اجتماعی سر کار دارن، اگر ما زیاد ببینیم که اونا در صفحات اجتماعی مصروف هستن، باز هم در دوره اگر متعلم باشن باز میبینیم که یک مضمون دو مضمون مشروط ماندن، اگر در دوره دانشگاهی یک محصل است باز میبینیم که در یک مضمون دو مضمون چانس خورده، به خاطر از اینکه کل ارتباطات ما را ما مختص کردیم به صفحات اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و امثال هم که حالا امروزه همه انسان‌های دنیا از این استفاده می‌کنند. اما در خارج از افغانستان نظر به اطلاعات که شده در خارج از افغانستان، حالا انسان‌هایی که در اروپا و آمریکا زندگی می‌کنند بسیار خوب می‌تونن مدیریت بکنن، اما متأسفانه که ما تا هنوز که هنوز از خیلی از ما نتونستیم فرهنگ درست استفاده صفحات اجتماعی را بدانیم و همی که ما نتونستیم یعنی فرهنگ درست صفحات اجتماعی را بدانیم، بعد ما آمدیم به هر نوع باشه استفاده درست نکردیم. ما امروزه می‌بینیم در بعضی از صفحات اجتماعی که جوانایی که واقعاً بگوییم که ارزشمندی انسانیت و وقار و شخصیت خود را از دست دادن و به خاطر از اینکه یک چند تا لایک در فیسبوک و در توییتر و مثلا در تیک تاک بگیرن ویوشان بالا بره، میان یکدیگر را دشنام میتن. واقعا جای تاسف است که ما افغانایی که از خود ما هستند در خارج از افغانستان یا در افغانستان یا در کشورهای همسایه از طریق یک صفحه اجتماعی میان به یکدیگر دو دشنام میتن، خواهر و مادر یکدیگر متاسفانه که دو میزنن. یعنی امو بی‌نهایت جایگاه ارزشمندی انسان را زیر سوال میبره، بخصوص فرهنگ خود ما را که ما به گونه درست نتونستیم از صفحات اجتماعی استفاده بکنیم و فکر میکنیم که شخصیت ما را و کرکتر ما را و ارزشمندی جایگاه انسانیت ما را عمو دو دشنام میده، که متاسفانه این گونه نیست. و چند تا انسان هایی که آمدن و در توییتر و در مثلا در تیک تاک از دو دشنام استفاده میکنن، متاسفانه وقتی ما در خانه باشیم، موبایل به دست ما باشه، جرأت ایران نمیکنیم که بریم یک بار به صفحه تیک تاک. و اگر ما مثلا اگر شخصا خودم دوست دارم در صفحه تیک تاک برم و بعض از آیات های از قرآن عظیم شان را که با ترجمه تلاوت شده خیلی دوست داشتنی است گوش بکنم، اما متاسفانه سر میخورم به جایی که حالا یک انسان میآید با کم ظرفیتی را که داره دو دشنام استفاده میکنه. خب اگر من در خانه باشم، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم باشه، با کدام جرأت ما برم و یک بار به صفحه تیک تاک ما بخوایم که امو جایی را که ما بخوایم پیدا بکنم یا چیزی را که من نیاز دارم پیدا بکنم او را پیدا بکنم؟ چون میترسم از اینکه یک بار اگر من صفحه تیک تاک را بالا بکنم یک انسانی میآید با چرندیاتی که میگه، با دو دشنامی که میدنن به یکدیگر. خب اینجاست که اگر صدای موبایل بلند باشه واقعا من زیر تاثیر میرم در خانواده. اینجاست که ما در افغانستان متاسفانه نتونستیم که فرهنگ درست از صفحات اجتماعی را بدانیم، بخصوص استفاده ایشه، که جای تاسف است برای ما و جای تاسف است برای کسایی که واقعا به گونه نادرست از صفحات اجتماعی استفاده میکنن. من میریم یک بار به طرف فردوس جان ببینیم که امشب فردوس برای ما چی آماده کرده. فردوس جان سلام، شامت بخیر. لالا بسیار زیاد خوش آمدی. او. سر میز آشپزخانه یک رقم. خوب هستی لالا؟ خوب هستی. تفاید خیلیتی است. خیلی سیوال یک سلام مرکم شد. نظام مداشت شد. یک سلام خاص به تمام مواطنان عزیز خود که میکنون ما را صفحه تلویزیون یک تماشا میکنن. خدا کنه که جور و آرام و صحتمند باشن و یک سلام خاص به تمام مواطنان عزیز که بیرون از افغانستان هستن. بخیر باشی لالا، سلامت. امشب بر ما چی آماده میکنی؟ امشب تمیم جان خواستم یک چبلی کباب داشی آماده کنم، در داخل داش پخته میکنیم. آها. بله. چبلی کباب داشی. ما یک رقم چبلی کباب خوردیم که در روغن در تواب پخته میشه. خب حالا خواستم من داش آماده کنم برای داش آماده بکنی. از مواد لازمش چی استفاده کردی؟ مواد لازمه را ما قبلا آماده کردیم که اون کوفته است. خب میفهمن کوفته است که پیاز میکشن کوفته را. ما تنها از قصابی گوشت خالص کشیدیم از ماشین. باز من خودم اینجا امروز پیاز گد کردم، مرچ گد کردم و زیره گد کردم، تخم گشنیچ، مرچ سیاه و من مرچ سرخ. مرچ تازه هم انداختیم. بسیار خوب. بله. و ایره مکس کردی؟ و مکس کردیم شب. بعدا باز روغن اینجا گرفتیم، مرچ سرخ است. کیرا این مرچ ایندی است، ایره چیلی مرچ میگن. بله. بسیار تند است او. بسیار تند است. بله. و رومی است که باز القا میکنیم، سرش میمونیم و داش میمونیم.
ما گفتم از من کدام چیز دیگه است. بسیار خوب، امشب میفهم غذای مزه‌دار است. امشب غذایی است که دیگه ما نیاز نداریم بریم باز از خانه نوشجان بکنیم غذا رو. نی مشکل نیست، میشه سیر نشه دمیم جان بس خانه سیر میشیم. نام خدا بسیار زیاد معلوم میشه سیر میشیم. ما و سپیره بس هستم. بله شما دو تا بس از دیگه باز خانه برن. دیگه ها میرن خانه، قیجان میره خانه، فریجان میره خانه، باز خانه نوشتون. قیجان موتر خدا ورده میبره کلگی. نه موتر ورده یک تونس دارم. فردوس، در رابطه با استفاده درست از صفحه اجتماعی مثل فیسبوک، تویتر، اینستاگرام، خودت هم اهل هستی، اهل کار بله. استفاده میکنی. بله اما طبعا. وقتت از ضایع کردی یا نه؟ واقعیت مدیریت کردی استفاده شد؟ والا تمیم جان ما شما مدیریت میکنیم به خاطر که صبح میاییم وظیفه، اون شب میریم. ما شما اونقدر استفاده نمیکنیم. خب بعدا طبیعی از استفاده میکنیم. اگر مثبتش میگیریم. مثلا من هستم، باید من در یوتیوب برم سرچ کنم که چی ما غذای آماده میشه که ما با بنده ها آماده کنم یا بر خودت آماده کنم. یا مثلا در فیسبوک میری، در فیسبوک میری خودش یک بله کار مفید است. بله و همی کسانی که دوست و اقارب است در خارج است بسیار نزدیک ما ساختن بله. تصویری گپ میزن آدم سو استفاده ازش نکنن، باید مثبت استفاده کنیم. فردوس ما یک چیز میخوایم صادقانه بگویم، زیادتر وقت خودت دیدیم گوشکی در گوشت بوده، موبایل به دستت بوده بله. و در دفتر البته چی میکنی؟ آیا واقعا از فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک یارو میبینی یا نه گپ میزدی؟ ایره بله خیر نه خب گپ میزدیم من فعلا هم گپو خلاص شد. خب سه چهار روز نه از وقتی که عروسی کردی میبینی بود گپ نمیزنی. نه خب طبعا خب پیش از اون گپ میزدی دیگه همراه ینگی مادمن. بله خب من فکر میکردم که فردوس حتما در صفحه فیسبوک مصروف است. حتما نه در فیسبوک چیزی نمیشم میکنه باشم. دفتر ما شما چیز است که آنتن نمیته، ایج اینترنت هم خودش اینترنت داره، ما استفاده نمیکنیم زیاد، مشغول کار میباشیم. مصروف کار بله هستیم. در کارت برکت فردوس جان، انشاءالله غذای مزه‌دار ما نوشتان میکنیم. عزیزایی که شما بیننده برنامه ما هستین، خب حالا میخوایم از منیره جان دعوت بکنم که امشب در رابطه با کدام تکنولوژی تازه و نو بر ما معلومات میده. منیره جان سلام، شامت بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید. سلام تمیم جان، شام خودت بخیر. خوب هستی؟ خوب هستی انشاءالله. سلامت باشی. از خانه کلای خوب بودن؟ سلامت باشی، تشکر. خب اول یک سلام علیکم بیننده ما داشته باش. سلام فردوس جان به خودت، امیدوارم خوب باشی و همچنان یک سلام خاص تقدیم میکنم خدمت همه شما عزیزان که بیننده برنامه شام یک هستین. آرزو دارم هر کجایی که هستین لباس صحت، عزت و عافیت بر تن داشته و بدور از گزند روزگار باشین. و تمیم جان چی خبر از طرف های خودت؟ خیر و خیرتی است. من چند از قبل در رابطه به تاثیر صفحات اجتماعی صحبت کردم مثل فیسبوک، اینستاگرام، بعض از صفحات دیگه. بعض از همکارای خودم هم میبینم که واقعا 24 ساعت مصروف هستن، مثل ربی جان 24 ساعت مصروف فیسبوک است، اینستاگرام است، نمیفهم چرا. مثلا علی جان خب شاید بگونی مثبتش استفاده بکنن از فیسبوک، اینستاگرام. خودت چقدر اهل استفاده از صفحات اجتماعی هستی؟ آیا بگونی درست استفاده میکنی؟ بگونی نادرست که استفاده نمیکنی؟ مطمئن هستم. اما زیاد آنلاین هستی یا کم آنلاین هستی؟ راستش تمیم جان من زیاد آنلاین میباشم واقعا و همیشه استفاده ما البته بیشتر روی ازی است که من باید معلومات ها را پیدا بکنم بلی. از صفحات اجتماعی و مخصوصا مثلا صفحه فیسبوک هست و اینستاگرام. بیشتری صفحات که من فالو کردیم تمام از اینا صفحات بوده که تکنولوژیکی بوده. من چون به اخبار تکنولوژیکی نیاز دارم و نیاز دارم تایی که باید باشه و به خاطر از این من آنلاین زیاد می باشم چون هم معلومات هست که مثلا من در کامپیوتر هم میخوام معلومات پیدا کنم و برنامه را جور بکنم و در ضمن از او زیادتر حال خود میبینیم که مردم بیشتر در صفحات اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام فعالیت می داشته باشن از اینکه مثلا در گوگل یک معلومات پرتن بیشتر در او صفحات میندازن. من سری قزو معلومات را پیدا میکنم و کوشش میکنم که یک برنامه کامل را بسازم و واقعا زیادتر آنلاین می باشم و زیادتر استفاده ما روی برنامه ها می باشه و ای که بعضا استفاده های می داشته باشم که امرو با دوستا باید باشم اینا یک کم کم شده و بعض شکایت هم دارن که میگن تو آنلاین هم می باشی اما مسیج ما رو جواب نمیتی یا هم هر چیزه. اما واقعا نمیشه چون بعضا مصروفیت ما روی از این موضوعات می باشن. یکی از نگرانی های کلان را که امروز ما در جامعه خود داریم که در خیلی از خانواده ها امی صفحات اینترنتی حالا روابط محبت آمیز
خانواده و بعد بین اعضای فامیل را کم کرده و خودت در خانه هم زیاد مصروفه ای صفحات اجتماعی هستی یا نه اونجا روابط را نگاه کردی؟ نه روابط فامیل خود را نگاه کردیم بخاطر ازی که من مکمل روز خانه نمی باشم و واقعا وقتی که خانه میرم پشت همشان دق می شده باشم و زیادتر امرای خواهرم که از ما کرده بزرگتر است میرم و تمام یعنی موضوعاتی که می باشه یا همچی کوشش میکنم امرای ازو صحبت کنم یا مو درد دل که میگن او قسم اما وقتی که خانه میرم کوشش میکنم کمتر باشه استفاده از صفحات اجتماعی چون هر قدر اگر بیشتر باشه دور میسازه و محبت ها را کم میسازه واقعا بله حالا خیلی از روانشناسا به این باور هستند که استفاده زیاد از صفحات اجتماعی چی بگونی مثبت باشه چی بگونی منفی انسان را وابسته میکنه و بعد از او باز اگر به یک بار به عادت تبدیل شد و انسان وابسته این صفحات اجتماعی شد باز دور کردن خیلی مشکل است وابسته شدی یعنی تقریبا خوب گفتم نظر به این که مثلا من کار خدا باید پیش ببرم من وابسته به این هستم که باید باشه وابسته به صفحات اجتماعی 100% هستم اما این که مثلا مدیریت زمانم از دست داده باشم یا هم کار شوه که مانع پیشرفتم شوه یا هم یک کار مرا کنار بگذاره هیچ وقت اجازه نمیتونم توی یک کار شوه بسیار خوب امشب در رابطه با کدام تکنولوژی میخوای معلومات بدی امشب میخوام در مورد دو تکنولوژی مختلف که یکی دوچرخه یا هم بایسکل که ما میگیم بایسکل های برقی ساخته شده در مورد از این معلومات بدم و همچنان در مورد موتورسیکل های پرواز کننده که بسیار جالب هست اخبارش بایسکل های برقی که ساخته شده حتما ما دیگه اندل نمیزنیم خودش میره او باز معلومات چه خود بیننده ها میبینن چون در یک بسته تصویری تمام شگونجنیدیم ولی موتورسیکل های پرواز کننده بسیار جالب هست چون موتورسیکل تا شاید شما دیده باشین وقتی که مردم در روی سرک هم روش میره یک حراس در دلش داره که یعنی یک ترس داره اما این که پرواز کنه او بسیار جالب موتورسیکل پرواز میکنه موتورسیکل پرواز میکنه حالا کاش که بر من میگم سپیر میگه بر تو یک تو میخریم که زود برسی دفتر قیمت چه اگه بگویم باز نمیخره قیمتش چقدر است؟ 777000 دلار 777000 دلار خیلی قیمتش بلند است من فکر نکنم در افغانستان کس بخره او را و اگه بیایم در افغانستان 700 و چرا 777000 دلار ما یک 12 دانه موتر نخرید خب تمیم جان او کس ساخته شده فعلا چون تازه ساخته شده و هنوز در بازار فقط یک تعداد محدودش آمده که هم تنها در آمریکا و ژاپن هست ولی امی بخش یک ساخت دیگه از ایرادان که یک نسخه دیگه ایش هست که او را میخواین ارزان تر به فروش برسانن و میخواین کارایی از او خوبتر باشن که دیگه باز ببینیم چی میشه بخیر باشی مونیرا جان به صبرانه ما هم منتظر هستیم تا معلومات کافی را دریافت بکنیم بخیر باشی تشکر موفق باشی و عزیزایی که بیننده برنامه ما هستین و شما امی لحظه ما را از پرده های مستطیل تلویزیون یک تماشا میکنین ما امشب مهماندارم هستیم ای که مهمان ما کی است براتون نمیگم سراغ وقفه میریم و در ادامه برنامه ما را همراهی بکنیم عزیزای دل شامتان پر از نور الهی در ادامه برنامه شام یک هستیم دو نوجوان با استعداد مهمانم است امشب که اینا خلاقیت کردن نوآوری کردن به یاد جمله زیبایی از شیخ صالح پردل افتادم میگه دنیا محل است برای به نمایش گذاشتن زیبایی ها و مسئولیت ما این است که ما خلاقیت بکنیم نوآوری بکنیم دنیا به می خاطر است که خداوند بر ما قدرت امیره داره که خلاقیت بکنیم دو نوجوانی که خلاقیت کردن و چندین وسایل را اختراع کردن و طرح کردن و بالاخره جور کردن که این نیازهای ما را برآورده میکنه و این دو نوجوان مهمانای ما محمد مدثر جان و میرعباس جان که از خودشان بیشتر پرسان میکنیم قبل از همه سلام و شامتان بخیر بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه تشکر سلام و احترامات را نکم داست تا صدر نو همکاران تا طول دون کتا محمد مدثر هم دش بگم شم طول گزده کن بخیر باشید لالا سلامت بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خودتان بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه سلام برای شما سلام به بیننده های تلویزیون یک و همکارانتان اسم میرعباس متعلم صنف نهم بسیار خوب عباس جان از خودت میخوایم پرسان بکنم انگیزه امی که آمدین چون این چیز را شما یک جا با هم اختراع بکنین طرح بدین و جور بکنین ای از کجا آمد؟ ای انگیزه را مثلا ای روبوت ای را خارج کشور یاد گرفتیم که در اونجا ای روبوت جور کرده توسط از چای چیزا را از یک جای به دیگه جای انتقال میده بسیار خوب امیر میخوایم نام بگیرین که چی چیزا را تا حال شما جور کردین ربات است او کشتی است کشتی مکسر مکسر ای
ماشین کالاشویی است که جوراب هم شوی. ماشین کالاشویی سالا ماشین جوراب شویی بگیم دیگه. بسیار خوب. ای چی است؟ ای پکی دستی است که چارت میشه. آها ای؟ ای کتر است که سر ازی مرچ میده باشه. و ای؟ ای ماشین پاف است که در کدام جای خاکشته باشه سر میزی چیزا ای به اوسی میکنش. بسیار خوب. و حالا میخوایم که از عباس جان پرسان بکنم که چقدر وقت شد که شما با هم یک جای این کار را میکنین و حالا شما با هم همصنفی هستین؟ کدام خویشاوندی هم دارین یا نی؟ نه خیر. خب همصنفی هستین؟ خب. بسیار خوب. از چه زمان شروع کردین کار؟ دست لیو میسکی گیس پیو میسکیم جور که در روبات و در طول پیو میسکی کنم. تمام اینا را در ظرف یک سال شما جور کردین؟ خب. بسیار خوب. کی حمایتتان کرد؟ کی تشویقتان کرد؟ استادا حمایت ما کرد. پدر و مادر حمایت ما کرد. پدر جان و مادر جان حمایتتان کرد. بسیار خوب. تشویقتان هم کردن. از امکانات قصه بکنین. از کدام نوع امکانات جور کردن یا استفاده کردین؟ اول خو اینی را جور کردیم. ربات. اول این ربات جور کردیم. خب من این ربات یک بار کار میکنه فعلا؟ آه کار میکنه. بسیار خوب. این ریموت چی است؟ اول سویچش چالان کن. سویچ اول باید روشن کنم؟ نه پشت سر سویچ خب. داره. شما خلاقیت درست شد؟ مثلا خب. شما خلاقیت این نوجوان ما رو ببینین که یک ربات رو ساخته که حالا این خودش حرکت میکنه و خب حالا جور شد. همین روبات هایی را که ما میبینیم که بزرگترین کارها را انجام میتن و حالا از امکانات کم و پیش فردوس روانش کرد بود؟ پیش فردوس روانش کرد. چارچشم کم است. خب چارچشم کم است. فردوس جان میشه که یک گلاس چای همونجا برای دیبتی بیاره بر ما بگیر. این خب باشی. این خودشم کار من میکنم. خب. اما قد بس است. بسیار زیاد تشکر. و کشتی که حتما او باشد او دیگر حرکت میکنه. برای ازی خدا اینجا او نداریم که. او نداریم. بسیار خوب. و در مورد این میکسر بر ما بگو. این میکسر که هست یک چیزا را مخلوط میکنه. از چی جور که دیره؟ یکی هست یک بوتل بوده از مایه ظرفشویی چیزا. خب بوتل از مایه ظرفشویی. یکی در دماوینش موتور پک هست. در بینش موتور پکه هست؟ خب این میکسر است که حالا چقدر مقبول جور کرده. خب چالانش اگر میتونی خب چالانش کو ببینیم یک بار. این هم میکسر را که حالا مدثر و عباس جان با هم یک جا جور کرده. خب کار بیشتر را کی کرده؟ کار بیشتر خودت. کار بیشتر خودت کردی؟ بسیار خوب. ای گفت که ماشین کالاشویی است و در ای گفت که ما میتونیم جراب شویم. من برش میگم ماشین جراب شویی. خب ایجا باید جرابا رو بندازیم. خب ای از چی جور کرده؟ ای که است یه قطی شیر است یک دانه موتور است که یک دانه لاین قوطی شیر است و داخلش موتور. موتور بسیار چالانش. اگر روشنش بکنی خب آی خوب کار میکنه. تا حال جرابارم دهی شوشتی؟ آه جراب. بسیار خوب. و میایم سر ای بسیار برای ما جالب بود. در مورد از این خودت برام بگو. داشته ده یک قطعه نجور شده اما مفسر کسی ده ده نماتور ده کت یک پر؟ پر کت یک پر. این مکسر است که دهش مرچه میده. خب دهش مرچه میده میکنیم. بسیار خوب. تیری یک روشن کن. بس درست شد. از امکانات بسیار کم و فقط یک پل است اینجا. یک پل و
یک پلو یک موتور که پوشتر از استفاده کردن و این سوراخ مرچ کتاب کننده ده اینجا معنی و اینجا یک سوراخ هم دادن که میشه از سوراخ به اونجا بندازن بعد از او از میکسر میتونن که تا حال مرچ سیاه و یار اینا رو از میکسر کشیدین از میکسر بیمت بسیار خوب ماشاءالله انشالله که همیشه موفق باشین. حالا میایم سر ما برتون آب آوردیم امروی گلاس. خب اینجا چی میتونین شما؟ یک است گینی یک دونه و بازک است کی یوا میکشه است یوا بازک است که یوا میکشه ها یما وازک را آفرین آفرین ماشاءالله که مدثر و عباس ساخته به خاطر آب و کشتی را کاش که ما اینجا دریا می داشتیم دیگه کاسه خو نمیشنی کاری کشتی هم حرکت میکرد بسیار خوب و این چی است این ماشین پف است این ماشین پف است خو این ماشین پف است آ دسر مست دجار پف میکنه یا یا یگان خس خاشاک پف میکنه نه هرس پف میکنه خب چلا این مثل جارو برقی واره اما طور است؟ خب بسیار خوب حالا سه تا ما بسیار پاک است کاش که اگران چیزا می بودی جا که یک پاکاریش میکردی خب برو یکمه که پیش بیار چیز هسته این از چی جور کرده این؟ ای که از تاگی هم بوشکه هست از بوشکه جور کرده از چی؟ از اینه تو بوشکه بوده از بوشکه جور کرده؟ قیچش کرده بسیار خوب و ایده این موتور چی هست؟ آنده این موتور هست موتور هست؟ آه کته یک دانه پره موتور کته یک دانه؟ پره پره بسیار خوب و اینجا ما یک پکرم میبینم که پکرم هر دویتون یک جای ساخته؟ آه بسیار خوب حالا ما این پکر چارج میشه دماوینش یک بیتری سک کته یک پکی خود مثل پکای کلان کار میکنه؟ آه بسیار خوب حالا اگر برای این نوجوانای ما مطمئن هستم که امکانات فراهم شوه اینا بهترین چیزها را خلق میکنن خلاقیت دارن و جور میکنن تصمیم گرفتین دیگه چی چیزها را جور کنین چی چیزها را تصمیم دارین دیگه که کار چی چیزها زیر دستتون است حالا یک تیاره جور میکنین تیاره جور میکنین ای ماشاءالله هر دویتون یک جای تیاره کلان نه اول از خرد شروع میکنیم باز کلانش اول از خرد شروع میکنیم کارش شروع کردین آه او چقدر تار کارش پیش بردین لک پتی کم کم بسیار خوب و در مکتب چند نمره هستی خودت؟ من سیو خودت چند نمره هستی؟ من دوم دوم استادایتان تشویقتان میکنن؟ اوه دیر تا حال این چیزایی را که جور کردین به مکتب هم بردین؟ آه بر مکتب هم دیگه سنفی هایتان که دیده چی گفته بردان؟ خوش شدن میگه شما جور نکردین میگه نمیتون درس هم میخونین یا که فقط همین کارا رو میکنین؟ نه درس هم میخونین درس هم میخونین آه برای ازی علایده وقت داریم علایده وقت تانه برای ازی اختصاص میتین و درس هم میخونین حالا در آینده میخوایید چی کارشه بخوادت؟ مدسر جان میخوایم پیلوت پیلوت چوی؟ ماشاءالله و خودت؟ دکتر میشی؟ بسیار و اینقدر وسایل اختراع میکنین جور میکنین باز چرا یک مخترع نمیشین که میرین دکتر میشین پیلوت میشین خوانده سرم کار شوق دارم زیاد شوق داری که دکتر شوی به خاطر چی دکتر میشی به خاطر چی دکتر شوم از پدرم دکتر از خانواده ما نصف سکول دکتر است خب پدر جانم دکتر است خانواده ام بعض از اعضای فامیل دکتر است دیگه خودت هم میخوای دکتر شوی ان شاء الله که خودت هم دکتر شوی و خیر باشه این تشکر سلامت فقط اگر کدام پیام گفتنی برای وطن دارای ما دارین و برای عزیزای ما دارین که به خدمتتون است شما پیام داده شه درس و یو لوطن نتیخ کار نتا او وطن دی منتظرات لري بله به خودت پیام ما این سگ و همسن سلام ما که درس بخونن و کوشش کنند که وطن هم بود یک چیزی که میخواستم از خود پرسان بکنم فراموشم شد اگر امکانات خوب برات باشه یعنی اینقدر چیزایی را که جور کردین ساختین اگر امکانات دیگه خوب هم باشه وسایل خوب پیشرفته برتون باشه میتونین دیگه چیزا هم جور بکنین آه
تیاره را جور کردیم. دیگه چیزا هم میکنیم که امکانات سری چیزایی که جور کردین مصرف هم کردین؟ آه مصرف کردیم. مصرف کردین؟ چقدر مصرف کردین؟ مثلا این روبات اک ساخت سر از روبات آمده 1000 که تخت چیزا به کار بود برش. آه کشتی را که جور کردین چقدر مصرف کردین؟ کشتی که بود 200 روبه. موفق باشین. تشکر از اینکه آمدین به برنامه. انشالله که یک روز به اوج قله های موفقیت ببینیمتان. سلامت. تشکر. بخیر باشین. و عزیزایی که بیننده برنامه ما هستین، نوجوانای ما واقعا که افتخار وطن ما هستن. ما خیلی از نوجوانای ما را در برنامه داشتیم که حالا خلاقیت کردن، کار کردن، فعالیت کردن. از این سنه که برای اینا فرصت مساعد شوه و زمینه تحصیل برشان باشه، مطمئن هستم که اینا در آینده های خیلی نزدیک میتونن که بهترین افتخارات را برای افغانستان، برای کشور ما، برای وطن ما کسب بکنن. سراغ وقفه میریم و در ادامه برنامه مونتاژان در بخش گجت. خوش برگشتیم بینندگان عزیز. بخش گجت برنامه شام یک هست و باز هم من منیره نیازی در خدمت شما عزیزان حضور دارم تا فناوری های جدید و یا هم تکنولوژی های جدید را به معرفی بگیرم. پس تا پایان این بخش مرا همراهی کنین و ببینیم که قرار است امشب باز ما چی را معرفی بکنم و چی تکنولوژی های جدید دنیا را شگفت زده کرده. البته همه ما شما میدانیم که تکنولوژی های جدید زندگی ما را تغییر داده و همه ما را به حیرت آورده و هر روز هر فناوری که ساخته میشه یا هم هر تکنولوژی جدیدی که وارد بازار میشه تغییرات بزرگی را در دنیای ما ایجاد میکنه. که حالا هم میخوایم دو فناوری جدید را معرفی بکنم که در مورد وسایل حمل و نقل هست، که یکیش در مورد بایسکل هست و یکیش هم در مورد موتورسایکل. در مورد بایسکل های برقی که ساخته شده میریم در یک بسته تصویری معلوماتش رو میبینیم که چگونه هست و چی کارکردهایی داره. در ادامه برنامه با معلومات کاملا متفاوتتر با ما باشین. اورتوپیا به تازگی یک بایسکل برقی جدید به نام کاربون ای بایک را راه اندازی کرده است. این محصول دارای ویژگی های چشمگیر بسیاری است. این بایسکل اسپرت و هوشمند از مواد با کیفیت درجه یک ساخته شده و وزن آن تنها 14 کیلوگرم است، زیرا تمام بدنه آن از فیبر کاربن ساخته شده است. اورتوپیا کاربن علاوه بر طراحی زیبا مملو از فناوری نیز می باشد و شرکت اورتوپیا ادعا می کند برای داشتن این ویژگی ها در صورت خرید بایسکل های برقی دیگر باید صدها دلار بیشتر بپردازید. سیستم انتقال این بایسکل از تسمه گیتس کاربن درایو استفاده می کند که ویژگی های حرکتی بی صدا را به ارمغان می آورد. گیرباکس این بایسکل دارای ضبط کننده گشتاور و 5 حالت قدرت، یعنی پدال، ایکو، راحتی، اسپرت، توربو می باشد. فرمان این بایسکل دارای ویژگی های نوآورانه است که با سوارکار تعامل دارد و اورتوپیا آن را سمارت بار می نامد. این محصول با پشتیبانی از کنترل صوتی هوش مصنوعی، ریال تایم جی پی ایس، ادغام ای ایس آی ایم، نمایشگر نقطه‌ای، پشتیبانی از بروز رسانی او تی ای ارائه می شود. همچنین برای اتصال دارای قابلیت های وای فای، بلوتوت و فورجی نیز می باشد. اورتوپیا کاربن دارای یک رادار و ژیروسکوپ داخلی برای ایمنی می باشد. رادار بر شخص سوار بر وسیله نقلیه هشدار می دهد، در حالی که ژیروسکوپ به طور مداوم بر فعالیت ها نظارت می کند و در صورت هر گونه حرکت ناخواسته به شخص هشدار می دهد. همچنین یک قفل اثر انگشت نیز برای امنیت بیشتر در این بایسکل ایجاد شده است. این بایسکل حد اکثر سرعت 20 مایل بر ساعت را برای نسخه آمریکایی و 16 مایل بر ساعت را بر نسخه اروپایی ارائه می دهد. این بایسکل توسط یک باتری 360 وات ساعتی تغذیه می شود که شارژ آن 2.5 ساعت طول می کشد و با یک بار شارژ مسافت 80 مایل را طی می کند. در عقب و جلوی این بایسکل چراغ های ایجاد شده است که توسط یک جفت چراغ نشان دهنده به هم متصل می شوند. بسیاری از ویژگی های هوشمند این بایسکل را می توان از طریق برنامه اختصاصی اورتوپیا کنترل کرد که شامل عملکردهای بسیاری مانند ردیابی ضد سرقت، سوابق سفر، شبکه های اجتماعی و غیره می باشد. نسخه آمریکایی این بایسکل با قیمت 3000 یورو به فروش می رسد.
بله برگشتیم عزیزان. قسمی که در بسته تصویری دیدین بایسکل های الکترونیکی یا هم برقی ساخته شده که کارایی های بسیار خوبی داره، اما در کنار از او از همین وسایل حمل و نقل پروازی زیر ساختن، یعنی موتورسیکلت های ساختن که پرواز میکنن. دنیای حمل و نقل کاملا متفاوت تر شده و تمام تاکسی ها یا هم موتورسیکلت هایی که ساخته میشه بعد از این پروازی قرار است ساخته شود، که در یک نمایشگاه در دیترویت آمریکا یک فناوری یا هم یک تکنولوژی جدید به نام موتورسیکلت های پرواز کننده معرفی شد که این به نام از این موتورسیکلت به نام هاور بایک اکستریمو هست که کارایی های بسیار خوب داره. این موتورسیکلت قادر هست به مدت 40 دقیقه در آسمان پرواز بکنه، یعنی در ظرف یک ساعت یا هم در ظرف 40 دقیقه میتونه 100 کیلومتر راه را بگذرانه. و همچنان به نظر به گزارشی که آمده هست، اینا محصولات نبودن که تازه معرفی شده باشن یا هم تازه حالا به بازار آمده باشن، محصولات بوده که در جنوری 2022 هم معرفی شده و یک پیش ثبت نام ازی داشتن که حالا ارمنس تکنولوژیز ایره به طور رسمی معرفی کرد و 200 دستگاه ازی را به بازار منتقل ساخت. خب این محصولات که به بازار آمد اولین امتحان از این بالای کی شد، یعنی هر محصولی که ساخته میشه اول یک امتحان بالای از صورت میگیره تا ببینن که قابلیت داره. یعنی اولین کسی که ایره امتحان کرد خود تات شد، رئیس امی شرکتی که ایره ساخته بود که وقتی که ایده ای پرواز میکنه یا هم سوار ازی میشه، با گفته خودش یا هم به نقل قول خودش میگه من احساس بسیار ترس داشتم یا هم هراس داشتم و همچنان حس یک کودک را داشتم، چون با یک موتورسیکلت که سرش باز باشه به هوا پرواز کرده بود برش مشکل بودن، اما گفت خیلی خوشایند بودن و از خوبی های ازی یاد کرده بود. و همچنان در یکی از بیانیه های خود گفته که این میتونه از یک میدان هوایی به دیگر میدان هوایی پرواز بکنه، یعنی تا هنوز از یک محله به محله دیگه پرواز کرده نمیتونه. که تات شد گفت که ما مشتاق هستیم ببینیم که یک روز این موتورسیکلت ها بتونه از یک محله به محله دیگه پرواز کنه. و این واقعا یکی از خوبی های ازی بوده میتونه که ما بدون ازی که زحمت بکشیم یا هم بریم تاکسی بگیریم یا در بیروبارها و اینا بانیم، میتونیم به طور کاملا ساده از یک محله به محله دیگه پرواز بکنیم. و همچنان تات شد گفت برای کسانی که بی‌صبر هستن و میخواین هر چی عاجل‌تر ایره به دست بیارن، قیمت ازی 777000 دلار هست و در کشورهای آمریکا و ژاپن میتونن ایره به دست بیارن. ولی با کسایی که قدر توانایی ندارن، اینا تصمیم دارن که یک نسخه برقی و یا الکترونیکی از ایره بسازن که ای بتونه به قیمت ارزانتر به فروش برسه و مردم بتونه از او استفاده بکنن و قیمت که از او خواهد بود 50000 دلار، یعنی نسبت به او ارزانتر هست و میتونه قابلیت های بیشمار دیگر را داشته باشه. و همچنان نظر به گزارش هایی که رسیده گفته شده که این موتورسیکلت هایی که برقی ساخته میشن دارای توانایی های بالاتر از موتورسیکلت که فعلا ساخته شده هست. و همچنان یک سلسله مشکلات هست که این مجاز نیست یا هم اجازه نمیده کشور ژاپن که این موتورسیکلت ها پرواز بکنه، به خاطر از اینکه چون هنوز محدودیت های داره و نمیتونه که، یعنی یک سلسله کارهای از این مونده و نمیتونه او را به خوبی انجام بده، به همین دلیل هست که اینا اجازه ندادن که این کار بکنه. و در شروع از این که وقتی را معرفی میکردن گفتن که ما 200 دستگاه از این را به بازار بردیم که هر کسی بخواید، یعنی یک تعداد محدود هست در جهان بزرگ، 200 تعداد بسیار محدود است و گفتن که ما میخواهیم که بیشتر از این هم به بازار عرضه بکنیم، اما به شرط که اول کارهای خوب از این را ببینیم و ببینیم که چقدر مردم از این استفاده میداشتن باشن. و همچنان برای نیروی رانش یا هم راندن ازی از دو راوتر در قسمت داخل ازی استفاده شده و از چهار راوتر دیگه در قسمت بیرونی ازی استفاده شده که در بدنه ازی و میتونه کارهای های ازی را و یا قدرت ازی را بسیار خوب بسازه. و حالا هم ما شما شاهد هستیم و میبینیم که تکنولوژی در حال پیشرفت هست، چی در هر زمینه ای که باشه، یا هم زمینه حمل و نقل هست یا هم هر زمینه دیگر، پیشرفت های بسیار خوب کرده و تانسته زندگی ما را خیلی ساده بسازن. و یکی از خوبی هایی که آلا داره در مورد حمل و نقل پرواز کننده هست که در این آخر خبرهای هم روی دست هست که میگن تاکسی کوپتر های ساخته شده که میتونه پرواز بکنه. هنوز خبرهایش دقیق تر نامده، اما پیش بینی شده و در امی آخر قرار است که او هم معرفی شود و این هم یکی از سهولت های بسیار خوب تکنولوژی برای ما شما بودن میتونه. بله، این هم بود معلومات هایی که امشب من برای شما ارائه کردم. امیدوار هستم مفید واقع شده باشه و تشکر از توجهتان. و همچنان یک تشکری خاص میکنم از برند بانوی شرق که لباس های امشب مرا آماده ساخته. در ادامه برنامه با تمیم جان باشین. و
وطنوارای عزیزم، شما بیننده برنامه شام یک هستین. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه به دلتان بوده باشه. شمایی که عملا ما را تماشا میکنین، از شما سپاسگزار هستیم. وطنوارایی که همیشه لطف میکنن، مهربانی میکنن و بیننده برنامه ما هستن. در آغاز برنامه روی تاثیر صفحات اجتماعی صحبتهایی را کردیم و از شما هم پرسان کردم. امیدوار هستم که هم ما و شما اگر از صفحات اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، بعض صفحات دیگه استفاده میکنیم، به گونه درستش استفاده بکنیم، وقت خود مدیریت بکنیم، چون گفتم که با ارزشمندترین سرمایه انسان که وقت است. اگر ما زیاد میریم به طرف صفحات اجتماعی، وقت خود را از دست میدیم. امیدوار هستم که اگر ما استفاده میکنیم از صفحات اجتماعی، به گونه درستش استفاده بکنیم. روانشناسا میگن که در طول 24 ساعت حداقل اگر ما میخواهیم زیاد بریم به طرف صفحات اجتماعی، یک ساعت استفاده بکنیم. بعد از یک ساعت دیگه ما اگر عادت هم کرده باشیم، لطفا این عادت خود را پس بکنیم، دور بکنیم و به جای از اینکه بریم به صفحات اجتماعی، بیاییم روابط واقعی زندگیمون را بیشتر بکنیم با خانوادهمون، با دوستایمون، با رفیقانمون، با کسایی که ما با اونا سر کار داریم. چون همین صحبت ها، گفتگو کردن و صحبت های واقعی در زندگی لذت بخش است. چون ما وقت تبادل نظر میکنیم، تبادل افکار میکنیم، در دنیای واقعی مزه‌دار است نسبت به دنیای اجتماعی یا صفحات اجتماعی یا دنیای مجازی که به هر نوع باشه تاثیر منفی روی ما میگذاره. اگر به گونه درستش استفاده بکنیم، خیلی خوب و مؤثر هم میتونه باشه. انسان هایی که به گونه درست و واقعیش از صفحات اجتماعی استفاده میکنن، معلوماتشان زیاد میشه، روابطشان زیاد میشه، در کنار از این سطح آگاهیشان بلند میره و در کنار از این میتونن که هر دید و هر مفکوره و هر هایدیایی را که داشته باشن، به دلشان، به خواستشان و به مو ارزش هایی را که خودشان قائل میشن، بیاین به صفحه اجتماعی پست بکنن تا با دوستانشان، رفیقانشان شریک بسازن. و اینکه ما دنیا را باید دهکده مبدل کرده که رفیقای ما، دوستای ما، اعضای خانواده ما خارج از کشور هستن، ما بسیار به گونه خوب میتونیم که با اونا ویدیو کال بکنیم یا وایس کال بکنیم که این میتونه ارزشمند باشه و ما با خبر شویم. چون در زمانهای قدیم شما میدونید که دیگه چون اینترنت نبود، صفحات اجتماعی نبود، ما نمیتونستیم که یعنی به گونه تصویری با یکدیگر ملاقات بکنیم و این بود که ما یک نامه میفرستیم و اون نامه هم به چندین ماه را در بر میگرفت تا به اون آدم را که ما میخواستیم برسه. اما امروز فوایدهای خود را هم داره این صفحات اجتماعی استفاده کردنش، به هر نوع باشه ما به گونه درست و واقعی استفاده بکنیم. فردوس جان قرار بود که برای ما غذا را آماده بکنه، حالا به طرف فردوس میرم که ببینیم فردوس واقعا غذایی را که در آغاز برنامه گفت بر ما آماده کرده، چون واقعا گشنه شدیم و مطمئن هستم شمایی که در خانه هستین آمادگی بر نان میگیرین، بر دسترخانی که خیلی دوست داشتنی است. فردوس جان تشکر. لالا خانه تاباد و اون چبلی کباب را گفت از گفته در داش آماده کرده. فردوس جان هم چبلی کباب را که فردوس جان در داش آماده کرد و از قواره که مقبول و مزه‌دار معلوم میشه، ببینیم که آیا مزه‌دار است یا نه. خب اینو ببرم به طرف میز. فردوس برو خود، من می نانو میارم. تو نانو بیار، بیا کمی یک چند قسم کنیم. سپیر میگه چند دقیقه وقت نداریم که صحبت کنیم، اگر نی میخواستم یک چند سوال ازت کنم در مورد غذا. چبلی کباب را که فردوس جان در داش آماده کرده، در روغن نی. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل جان چی بگویم دیگه، ماش منتظر خود هستم تا ببینم که بسیار مزه دار است. بسیار مزه دار است. خانه تاباد بخیر باشی. و بو باش گپ تام گفتم تا اینجا نمی باره می صفات اجتماعی بود. میگن یک نفر 24 ساعت دو اتاق بود، اینترنت کار میکرد، گیم بزن، فیسبوک کار کن. بالاخره بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه بعد از خانه برآمد، از اتاق خود. شش ماه بعد برخاک رفت، از اتاق برآمد، موبایل چارج خلاص کرد. که رفت شش تا سرخون کرده، فامیل کرده، پدر مادر آمد بیرون کدن دیوالا هشت والا گفتم پدرم مادرم خوب بد چیز نیست. گفت تو بعدش گفت خوب مردم هستن. گفت تو گفت بعد از شش ماه من دیدیم شون سر سرخون شد بیزار ایدرام جا به امید حال گمو گب بود باش که طاقت نه. بعضی کسای قدر معتاد این صفات اجتماعی هستن که بخی دسترخانشان یادشان رفته، اعضای فامیلشان یادشان رفته، کاربارشان یادشان رفته، کل چیز. یک برادر خوردم مامان در هستن نان پیشری سرخان آور از موبایل است، در گیم است، باز یک رو ما میخوره باز در گیم است. بالاخره دیگه
یگان قفاق هم حتما میخوره. قفاق اگر نمیخوره که قال مغال سرش میگریم. بخیر باش فرداز جان، خانه تا آباد بسیار مزدار است. انشالله که برنامه تمام شد باز بدل آرام میشه که نوش جانش بکنیم. درست است؟ سلامت باشیم. عزیزایی که بیننده برنامه ما بودین، از شما هم خیلی سپاس. همیشه شاد و موفق و کامگار و سربلند و سرفراز باشین. ایام به کامتان، لبتان پر از خنده و دلتان شاد باشه. تا فردا شب که بازم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز امانت میکنیم. همیشه هم فراموشم نشه که میگم مداوم یاد مشروق کن که باقی اوست در عالم، به جز حق هر چی میدانی فنا اندر فنا گردد. تا فردا شب خدا نگهدار. تا فردا شب که بازم در خدمت شما هستیم، خدا حافظ، موفق باشین.